مهمان این بخش از برنامه حسن هاشمیان، تحلیلگر امور جهان عرب هستند. آقای هاشمیان، خیلی ممنون وقت گذاشتید، خوش آمدید. چه مقدار از اختلافات دو طرف، ایران و عربستان سعودی، به نظر شما در این توافق حل شده و چه بخشایش باقی مونده؟ بله، سلام بر شما و بینندگان محترم. خب یه چیزی آغاز شده الان، ولی اینکه اختلافات حل شده این خیلی ایدئاله. به نظر من اختلافاتی که سابقا وجود داشته هنوز سر جاشه، منتها یک سری مسائلی موجب شد که اینها به طرف همدیگه حرکت کنن. یکی اینکه جنگ های نیابتی به نتیجه مشخصی برای هر دو طرف واقعا نرسیده بود. مثلا در یمن نه حوثی ها میتونستن کاملا یمن رو بگیرن، نه دولت مشروع یمن میتونست این کارو بکنه. وضعیت لبنان هم همچنین، در عراق هم به همین صورت، در جای دیگه هم همینطور. اینا حال دادن هر دو طرف رو که در واقع بیان و پیشنهاد چین رو برای آشتی دوباره قبول کنن و به این شکل گام نهادن. ولی این که الان مشکلات حل شده به اعتقاد من چنین نیست. مشکلات همانند گذشته الان باقیه و ممکنه هر لحظه هم منفجر. چقدر امکان همکاری در زمینه امنیتی میان دو طرف به نظر شما وجود داره، تهران و ریاض؟ این بایستی در واقع یک سری فرایندها شکل بگیره، یک سری بسترها میان دو طرف حاصل بشه تا به این نقطه برسن. چون که سابقا در دوره آقای خاتمی و دوره اصلاحات چنین چیزی حاصل شده، ولی الان موانع سیاسی وجود داره، موانع دیپلماسی وجود داره، موانع حتی اقتصادی وجود داره و بنابراین تا وقتی که این موانع برداشته نشه، من معتقدم که در سطح امنیتی خیلی زوده بگیم که دو طرف بیان و با هم دیگه همکاری کنن. آقای هاشمیان، شرکت های سوری هستن که متعلق به ایران بودن در امارات، اینا تحریم شدن در این سال ها. حتما شما بسیارشون رو اسامیشون رو دیدین که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده. به نظر شما سرنوشت اینها چه خواهد شد بعد از این عادی سازی روابط بین تهران و امارات، ایران جمهوری اسلامی و امارات و عربستان سعودی؟ اینجا در واشنگتن همونطور که خودتون میدونید، ایالات متحده به قانون قیصر، قانون تحریم سوریه، شدیداً پایبند. سیاست ایالات متحده در مورد سوریه شدیداً باقیه و حتی اعتراضاتی ما دیدیم از سوی ایالات متحده نسبت به کشورهایی که آقای بشار اسد رو به جده در سران کشورهای عربی دعوت کردن. و بنابراین من معتقد نیستم که در این فاصله ما شاهد این باشیم که برخی از شرکت‌های سوری از تحریم‌ها بیان بیرون. و شما وضعی که الان ایران و جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا داره رو بهتر از من می‌دونید. الان حتی گام‌هایی که به شکل مخفی و سری در رابطه با ارتباط جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی، ارتباط ایالات متحده و جمهوری اسلامی برداشته میشه، با شدت مورد انتقاد قرار میگیره و لایه‌های جدیدی هم به کنگره ارائه میشه که تحریم‌ها رو زیاد کنن. من بعید میدونم که این شرکت‌ها در حال حاضر بتونن از تحریم‌ها رها بشن. مخالفان جمهوری اسلامی در امارات به نظر شما لازم احتیاط بکنن الان که روابط دیپلماتیک گرم‌تر شده؟ من معتقدم که اگر دولت امارات نشانه‌های دقیق و مشخصی از جمهوری اسلامی ببینه که منافع دو طرف رو لحاظ کنه و در نظر بگیره، مخالفان کاری نمیتونن انجام بدن. یعنی در واقع ما در امارات مانند جمهوری اسلامی نیست که یک سری گروه های فشار میتونن با یک حرکت های ایزایی کارهای دولت رو متوقف کنن. اونجا یک حاکم مشخص وجود داره، دستورات مشخصی میده و دولتش هم در واقع طبق این دستورات عمل میکنه. بنابراین همه چی بستگی به این داره که جمهوری اسلامی واقعا میخواد که روابطش با امارات و کشورهای منطقه بهبود پیدا کنه یا نه. آقای هاشمیان، پرسش آخر، وقتمون هم محدود هست. امارات و بحرین حتما خاطرتون هست در صف نخست پیوستن به پیمان ابراهیم بودن. چطور میتونن الان میان روابطشون با اسرائیل و جمهوری اسلامی توازن برقرار کنن؟ من فکر می‌کنم به نفعشون شده که
این مسئله رو به این شکل مطرح کردن. جمهوری اسلامی یادتون که سابقا تهدید میکرد، آقای قاسم سلیمانی قبل از اینکه کشته بشه تهدید میکرد، بعدها مقامات دیگه امارات رو تهدید کردن، ولی الان جرأت تهدید ندارن و اصلا موضوع رابطه امارات با اسرائیل فراموش شده در صحبت‌های مقامات ایران، بخصوص در یکی دو سال اخیر و بخصوص وقتی که اماراتی ها تونستن همزمان با رابطه با اسرائیل با جمهوری اسلامی رابطه برقرار کنن و در واقع کارهای مشترکی انجام دن، ضمن اینکه اماراتی ها الان کاملا و در بست در سیاست آمریکا حرکت نمی کنن. اخیرا دیدیم که از پیمان دریایی مشترک با ایالات متحده که 38 دولت در اون هستن، پیمان CMF خارج شدن. هلی. و بنابراین این مسئله الان به نفعشونه که روابط رو با جمهوری اسلامی نگه داشتن و روابط رو با اسرائیل هم توسعه. خیلی کوتاه بفرمایید آقای هاشمیان، گفتگوهایی که دولت بایدن داشت با جمهوری اسلامی به نظر شما بر رویکرد سعودی ها تاثیر داشته؟ ببینیم که اونجا یک بستر از نارضایتی در دولت سعودی نسبت به آقای بایدن بود، یعنی تمام کارها و نتایجی که ما شاهد بودیم، نزدیکی به چین، نزدیکی به روسیه و سپس گشایش با جمهوری اسلامی، همه ناشی از نارضایتی محمد بن سلمان از آقای بایدن. ولی ما نباید فراموش کنیم که بین ایالات متحده و پادشاه سعودی رابطه بین دولت‌ها نیست، بلکه بین کشورهاست و یک روابط استراتژیکی وجود داره و خیلی هم عمیقه. و به اعتقاد من موضوع آقای بایدن آمدن دموکرات‌ها و رفتن اونها زیاد تأثیر نمیذاره بر همکاری استراتژیک، ضمن اینکه منافع آمریکا هم در منطقه کاملا مشخصه. طبیعتاً آمریکا میخواد تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا کنه. بله. ولی موضوع ناوگان پنجم و وجود ایالات متحده در منطقه و کارهایی که جمهوری اسلامی الان داره انجام میده برای فشار بر آمریکا که از منطقه خارج بشه، اینا جزء منافع اساسی آمریکاست که من معتقدم پادشاه سعودی اونها رو در نظر. سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان تحلیلگر امور جهان عرب بودن که از ویرجینیا به ما پیوستن.